هیچ یادم نیست که نویسنده شدم، ولی میدونم که چنین کاری رو کردم و میکنم. به هر حال حداقل خط خودمو که میشناسم، مکان و وقایع رو میشناسم، مسیر و مسافت ها رو خوب یادم. بله. نامه داری؟ بیا پایین. اومدم. راه نیفتادی؟ خوابی؟ آقا تموم دیگه نیست مریض. بی خیال، منو تو نمیتونی با هم کار کنی. خفه شده رم میام. دو سه روزه که 50 سالم شده، درس شماره 15. وقتی آدم 50 سالش میشه همه چی یه جوریه. هوا، حس و حال، زمین زیر پا، همه چی توی آدم تغییر میکنه. انگار که استخونه یه جای آدم بترکه. درس شماره 1016. روزای زیادی وجود داره که ما دلمون میخواد تغییر کنیم و نمیکنیم، ولی دقیقاً وقتی بیخبریم میبینیم که زمان تغییرمون داده. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خوش اومدید. خیلی عذر می‌خوام. ببخشید یکم دیر شد. تمام شده که؟ تقریباً. این ستار سفرزاده است. مردی 45 سالی که میخواد منو به یه تهیه کننده فیلم معرفی کنه. بیشتر از همه من از این آدم خسته شدم. واسه چی؟ واسه که خستم. خسته. خسته چی؟ با ما تو من قول دادی. خب آخر راست خواهش من بفرمایید. خب برای اینکه بیشتر مزاحم وقتتون نشیم بنده معرفی میکنم. جناب آقای نادرزاده. که مردی 70 ساله است. صاحب کارخونه بزرگ ما و شهیره. قراره در این پروژه ما ایشون سرمایه گذاری کنن. و فکر کنم ایشون رو شما میشناسید و کاراش هم دیدید. بیشتر در کارهای سینمایی سرمایه‌گذاری کرده که اخیراً هم یکی از فیلماش رو پرده بود و خوب بود، پرفروش. جناب آقای نادرزاده، ایشون آقای توانا هستن، فیلمنامه نویس خوب ما. چه زود، فکر میکردم دیرتر منو معرفی کنید. که فکر میکنم همان از دور و نزدیک با آثارایشون آشنا هستید، بیشتر در قالب رمان. دقیقاً اینجا برای بازرگانی میگه به جز من با کسای دیگه‌ای هم صحبت کردید. ما با هیچ کس جز آقای توانا صحبتی نکردیم و ایشون هم لطف کردن امروز تشوردن اینجا با یک فیلمنامه خوب که امیدوارم ما سینما رو نجات بدیم با این فیلمنامه و به کارگردانی آقای سفرزاده. با کارگردانی آقای سفرزاده؟ ای نامرد، پس تو فکر خودتی جناب کارگردان؟ نوکرد. خب آقای توانا، ما در خدمت شما هستیم، حرفی صحبتی دارید بفرمید. با اجازتون. این یک داستان متفاوت از گذشته است. گذشته دور با آدم‌های جور و جور. این یک داستان متفاوت نیست. یه داستان معمولی از گذشته دور در شهری کوچک با مردمی که رنج‌های بزرگی نداشتن. ولی همون کوچیکم براشون زیاد. روز رسه ساعت 6 باید میرفتم تو نونوایی خمیر و کمک بابا مینداختم توی تابا. فقط دستم بهت برسه. ولی ساعت 8:30 صبح و جا موندم، هم از نونوایی هم از مدرسه، چون من عاشق یه چیزی هستم و به خاطرش یه شیطنت کوچیک کردم. اولین باری که سینما رفتم بیشتر از 20 سالم. توی خونه میشد به تلویزیون نگاه کنی، ولی توی اون شهری که زندگی میکردم فقط یه سینما بود و چون معمولا بعد از دیدن فیلم دعوا میشد یا ممکن بود آدم با صحنه‌های شنیعی روبرو بشه، بچه‌ها رو راه نمیدادن. و توی اون شهر آدم‌ها تا کمی بیشتر از 20 سالگی بچه محسوب میشدن.
اگه اون اتفاق نمی افتاد دایی صفا قول داده بود منو ببره به سینما، ولی اون اتفاق افتاد. چه روز وحشتناکی بود و من شبهای خیلی آرومی نداشتم. پاشو بیرون میزن، من صبرم زیاد، حالا صبرم زیاده، صبرم زیاده. کتاباشم بیارم انیس، کتاباتم بخون، دایید بیاد ازت سوال کنه. بابا مرسی که البته بابام خیلی وقتا میشد جدیتر از اینم کتکم بزن، یا حتی به جای پرت کردن کتابام تو حیات خیس اونا رو بسوزون، ولی تهش از یه کسی میترسید. اولین کسی که دوست داشت توی این شهر نویسنده بشه، عاشق کتاب، ولی روزگار نذاشته بود به آرزوهاش برسه و همه کاری رو تجربه کرد. دایی صفا حتی زندونم رفته بود به جرم دزدیدن نون از نونوایی. درس شماره 25. آدم ها لزومن به اون چیزی که فکر میکنن نمیرسن. آنا بچه را به دایش داد و او را مرخص کرد و مدالی را که به گردن داشت و تصویر سریوجا تقریبا در همان سن خواهر کوچکش در آن بود را باز کرد. سریوجا، چقدر آدم های زیادن، تو یادت میمونه کی به کی بود؟ برخاست و کلاه از سر برداشت و آلبومی را که روی اصلی بود و عکس های پسرش در سنین دیگر در آن بود را در دست گرفت. همه عکس ها را از آن بیرون آورد و فقط آخرین را که از همه بهتر بود در آن باقی گذاشت. او در این عکس پیراهن چهارخانه به تن داشت و بر صندلی چنان که بر اسبی سوار شده بود و ابرو در هم کشیده بود، اما چشمانش میخندید. درست مثل تو. کتاب جدید گرفتی؟ چیه این؟ عشق سالهای وبا. عشق. یه داستانی نوشته بودم راجع به کودکی، عشق و شب ادراری. معلم انشا عشق و شب ادراریشو حذف کرد، گفت ببرم بچسبونم توی راهروی مدرسه. دلم میخواست به دایی صفا بگم ولی خجالت کشیدم. دایی صفا هیچ وقت حرف نمیزد، همیشه مرموز، باوقار، تودار و البته خودخواه بود. اینو به این دلیل میگم، به خاطر روزی مربوط به یک زن و من، فانوس. شهر به این فکر میکردن که این فرشته رو یه گوشه دنج کنار خودشون داشته باشن. ای حواست کجاست بچه؟ ولی هیچ کس نمیدونست که شب و روز یه پسر بچه مثل من به هم ریخته بود. درس شماره 32. بچه ها هم عاشق میشن. تا کردی زندگی رو هم ریختی؟ اولین مانع برای رسیدن به هدف. میگن یه چند وقتی یه طلاق گرفته، من که چیز بدی ازش ندیدم. خدا کنه دادرش زودتر یه شوهر براش پیدا کنه. حالا تو چته؟ اگه میفهمدی که رخما نمیکردی مگه نمیخوای بری نونوایی؟ چرا طلاق گرفته؟ شاید بچه دار نمیشده. پاشو دیگه، همجا وایستده با من حرف میزنی. راستی فردا انجمن اولیا داریم، ما باید بیایم مدرسه. من هزار تا کار دارم، به بابات بگو. نمیخوام بابا بیاد، اون میاد اونجا یک ساعت سخنرانی میکنه، بچه ها تا یه هفته به میخنده. زنهای زیادی هر روز در این نونوایی میامدن و نون میخریدن، ولی بعضی زنها مثل این بودن که سلام متفاوت بودن. چی؟ هیچی،
یا حداقل من اینجوری فکر میکردم. مثل لحظات توصیف داستان که نوشته بود آدم از همه چی فارغ میشه نبود. هنوز حواسم پرت نشده بود. خیلی حال بدی نداشتم. بچه بیا اینجا بینم. بیا اینجا. بودو. سلام. بری. مامان. میتونی این در رو بری بالا بازش کنی؟ بله. بودو. اینا رو میشه بگیری. بدونی. توی یکی از کتاب‌های دایی صفا شخصیتی وجود داشت که تمام کودکی و نوجوانیش رو شب ادراری داشت و هیچ کس بهش توجه نمی‌کرد که چطور باید درمون بشه. در آستانه 18 سالگی یه روز صبح خودکشی کرد. پسر به سرعت از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که توشکش خیس است. او برای اینکه کسی چیزی متوجه نشود خواهر کوچکش را بلند می‌کند و آرام توشک‌هایشان را جابجا می‌کند و دوباره به امید دیدن ادامه رویا به خواب فرو می‌رود. خیلی دلش میخواست داستان خودم و پانوس رو بنویسم و برای دایی صفا بخونم، ولی سکوتش همیشه برای من یه ترس بزرگ درست کرد. درست شبیه شخصیت های مرموزی که توی رمان هایی که میخوندم وجود داشت. پایان. انیسه توانا. شروع شد. مهری بچه خوابیده، براش جا بنداز. همینجوری که نمیذارم بمونه، بالاخره یه جوری درستش میکنم. یا باید برم سر کار یا برگردم پیش عباس. من زنده باشم تو برگردی پیش اون دیوونه. چجوری بری سر کار؟ اگه درس بخونم میتونم سیکل بگیرم بعد برم درس بخونم. چقدر باید بخونم؟ یه سال دیگه تو دووم نمیاری. من نمیخوام دوباره ازدواج کنم. هیچ مهری، مهری، بچه خوابیده یخ کرد. چه رو پامه؟ اون تلویزیونم خاموش کنیم بگیریم بخوابیم دیگه. خاموشش کنم روشن نمیشه دیگه. بهتر که روشن نمیشه. باشه بابا. بارها میدیدم که مادرم میامد اینجا به این گردن من نگاه میکرد. درس شماره 48. همه زنها طلا دوست دارن، چه آنهایی که دوستشان داریم و چه آنهایی که عاشقشان. سلام. دوتا قابل نداره. من هشتون نون بگیرم. بله. سلام. کس چندومی؟ 11. درست خوبه؟ بد نیست. چرا؟ میتونی کتاب های کلاس نهم بر من پیدا کنی؟ کتاب؟ فکر کنم کتاب قدیمی همو دارم. برای چی میخوای؟ پس به هیچ کسی چی نگو تا من خودم بهت خبر بدم. باشه؟ خدافظ. به هیچ کسی چی نگو تا خودم بهت خبر بدم.
درس شماره 55. عشق پنهان بودنش زیباست. همش داشتم فکر میکردم که اون حرف اصلیشو نزد. اون بین این همه آدم من انتخاب کرده بود تا با هم حرف بزنه، ولی حرف اصلیشو نزد. امیدوارم فقط دیوونه نشده باشه، جواب منطقی نداشته باشی نهت میکنم. بهشون بگو کار با من کنسله. شوخی با مزه ای مرد حسابی، کار تو پیش تولیده، من پول گرفتم، پول پیش خرج کردم، یه قرون ندارم پس بدم. دو تا اون هرپیش اصلیشون انتخاب کردن، کار داره میره، کنسله. من لاغل تا دو ماه دیگه، شاید تا سه ماه دیگه نتونم هیچ کاری بنویسم. به خدا من نمیفهمم چه مرگته. همین که شنیدی. بیا میبینم که سرت هم همچین خلوت نیست. کار جدید سفارش گرفتی، بازم رمان خصوصیه. تو این کوفتو تموم کن، بعد هر غلطی خواستی بکن. من هیچی نمیتونم بنویسم. من الکیه، باید خسارت بدی. ببین تو با این کارات داری دوستیمونم خراب میکنی ها. آخه همه چی که توهمات تو نیست. من میگم زبان از همه سخت‌تره، عوضش فارسی از همه بهتره. شعراشو خیلی دوست دارم. کتابا عوض نشدن که نه؟ من باید ریاضی و زبان بخونم تا یادم بیاد. یه چیزی بپرسم؟ بپرس. چرا درس نخوندی؟ فرصت نشد. یه چیز دیگه بگم؟ بگو. الان چرا درس میخونی؟ الان فرصت شده. تا اون زمان هنوز کابوس‌های واقعی من شروع نشده بود. درس شماره 52. کابوس‌ها همگاهی واقعی هستند. دست درد نکنه. چی هست؟ از بوش معلوم نیست. قیمه. نه بابا، قرمه سبزیه. دست درد نکنه. خواهد نمیمونی بخوری؟ نه من میرم دیگه. نبی من بیام اینجا کار کنم. اینجا همه مشتری هم مردن. اما اگه تو خودت نیستی؟ نه بابا، شوخی میکنی. راستی امروز باز این فامیل مهری زنگ زد، اسمش هرمزه. قبلا معلم ریاضی بوده، حالا شده ناظم مدرسه. خیلی آدم خوبیه، جواب بده بهش بدیم. کاری نداری؟ چرا؟ بایست این تلویزیون رو ببر خونه، رنگی تازه خریدم. به این بشینیم پاش تا بیان. میتونی برش داری؟ میشه ببینم چه قشنگه. آره. دست در نکن. آروم. خدا. لاشه شکسته تلویزیون رو برای فانوس تا در خونهشون آوردن. هرچند تا صبح صداهایی از خونه فانوس شنیده میشد که برادرش داشت دعواش میکرد، ولی من خوشحال بودم که تونسته بودم با اون مسافت زیادی رو راه برم و کلی با هم در مورد دعوا و برنامه‌های تلویزیون حرف بزنیم. فکر میکردم دلشو به دست آوردم. درس شماره 103. به هر کاری که اصرار کنید بالاخره توش موفق میشید. بده کجاست؟ بده من کلیدو ببرم برای خواهری ببینم چیکار می‌کنه. تو برای چی اینجوری حرف می‌زنی؟ من میگم من وسط اضافه‌ام. من میرم گفتم که من چقدرم پررو خدا. نمی‌گی کجاست؟ نمی‌گی کجاست کلید؟ ای خدا خودش بزن. بده کلیدو بهت میگم کجاست؟
سرشون آروم میشه. بده من کلیدو. خاک بر سرت. خاک بر سرت. گم شو بیا برو بیرون. گم شو. بودو از این خونه برو بیرون. بودو کثافت دریده. مردت هم توی خونه نمیاری. بودو برو بیرون. بودو. کجاست کلید؟ کجا؟ درش دار. بعضی وقتا به سرم میزد شنل سیاه تنم کنم و چشم‌بند بزنم بپرم تو حیاط و پرنسس رو از دست اژدها نجات بدم. سلام. درست خوبه، خیلی هم یادت نرفته. فکر نکنم به مشکل بخوری. میخوای چه رشته‌ای بخونی؟ که؟ دبیرستان. ریاضی. دانشگاه؟ نه دیگه بسم. من میگم یکی مثل تو باید ادبیات بخونه. رشته خیلی خوبیه. تو ادبیات میخونی؟ داستانم مینویسم. برات بیارم میخونی؟ دست در نکنه. به مامانت سلام برسون. اه هنوز که درس تموم نشده. ببین اینو برات آوردم، اگه بخونی تو خوندن راه میافتی. اگه یه موضوع بهت بگم میتونی داستانشو بنویسی؟ آره. یه زنیه از شوهرش جدا شده، یه بچه داره. اگه بخواد بچهشو بیاره پیش خودش، یا باید دوباره ازدواج کنه یا درس بخونه بره سر کار. بعدش چی میشه؟ بعدش زنه نمیدونه باید چی کار کنه. احساسم میگو همه چی از حالت طبیعی داشت خارج میشه. انگار یه اتفاق بد میخواست بیافته. بالاخره یه نفر باید میفهمه. همسایه اونه. اولش فکر میکردم تنهاست، ولی نیست. قول میدم درس بخونم. خیالت راحت، از خودم کوچیکتره. برهان یه جوری نشه که این بچه بازی ها نگذره بره دانشگاه. نه دایی، انقدر هم عقلم میرسه. باید داشتم درسم رو بخونم، بعد که رفتم دانشگاه غلطی دارم خاص میتونم بخونم. چطوره شادوما؟ مبارک باشا. فهمیدی کی بود؟ ناظم مدرسه مونه. ناظم مدرسه تون بود ولی الان خواستگار خواهر نبیه. درس شماره 251. به روایت یکی از کتاب‌های دایی صفا، آن کاری را که تو انجام نمیدهی دیگری انجام میدهد.
اینکه آدما توی این شهر همیشه کلید نداشته باشه یا کلیدشون یادشون بره یه اتفاق عادی، ولی اینکه یه پسر بچه با بهترین لباساش از در یه خونه بره بالا، نه. و اینکه من باید یه چیزی بهش میگفتم، با این سر و وضعم باید ازش خواستگاری میکردم. چیزی میخوای بگی؟ ولی یادم رفت. ولی ما داستانای زندگیمونو خودمون رقم نمیزنیم. درس شماره 358. من کاملا به این اعتقاد دارم، چون همه چی داره از دستم میره. ولی ما داستانهای زندگیمون رو خودمون رقم نمیزنیم. این چیزی بود که ورونسکی بهش اعتقاد نداشت، ولی ته دلش به خاطر اینکه باید از این به بعد خودش بار زندگیش رو به دوش بکشه کمی تردید داشت. به فکر این بود که کسی کمکش کنه. پایان فصل. هر چی پیش اومد سعی کن مثل یه مرد باشی. گفتم مرد باش، اقرار کن که مقصری. آخه خانم بنده از پشت اتوبوس می‌خواستم برم اون بره خیابون، شوفر اتوبوس دنده عقب میگیره و از کمر به سختی میشد صداها رو شنید، ولی بیشتر از خودم متعجب بودم که چه کار خطرناکی دارم میکنم. میگفت از این اتفاقات برای ما زیاد میفته. مردی که فکر میکرد من آدم بیسوادیم، نمیدونست که نصف مردم این شهر زیر دست من بزرگ شدن. پس ریاضیتون خوبه؟ نه چرتی که خوب میندازم. حالا هاش خانم بهترن؟ بد نیست، ولی خوب رو ویلچره دیگه، حتی بچه هم نمیتونه نگه داره. اینی که بنده خدمتون رسیدم که هم مشکل ما حل شه، هم مشکل همشیره گرامیتون. ببخشید. فقط تو رو خدا اجبارش نکنی. نه بابا بندی خدا رو بذارید در اختیار خودش باشه، ولی چیز کنید که بله. خیلی سلام منو به پدر برسونید. چشم حتما بزرگیتون رو میرسونم. با اجازت. خواهش میکنم. با اجازه. آقا نبید. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش اومدی دیگه. آقا این اتوبوس رو که گفتی من یاد یه کسی انداخت، زبی شوفر. این عبروش خیلی کلوف بود. راه اول باید رو سر آقا ناظم یه سطل آب میریختم، یا شاید آب جوش، یا قیر داغ. راه دوم بیرون در اونو با یه اسلحه صدا خفه کن تهدید به مرگ بکنم. راه سوم خودمو نشون میدادم و مثل یه مرد میگفتم که من کی هستم، و تو اصلا فکر نکن یه رقیب عشقی برات وجود نداره. نه قطعا آقای ناظم آدمی نبود که واسه و حرفایی یه شاگرد تنبل رو گوش بده، ولی بالاخره باید یه راهی باشه. نکن این کارو میزنی به یکی. حالا شاید هم رفته تهران ابروهاشو سوزونده. یا خدا کی بود؟ فقط هر کاری میکنی مرد باش. درس شماره 253. مطمئنم همون لحظه از این کاری که کردم پشیمون شدم و از شدت ترس راه خونمونو گم کردم. فقط هر کاری میکنی مرد باش. آقا بفرمایید. توی کتابای عشقی گاهی قتلی هم اتفاق میفته. بستگی به اندازه عشق داره و اینکه معشوقه کی باشه. بگو. ولی گفت هیچ وقت دیگه با همچین آدمی کار نمیکنم. انیس فقط تو رو خدا زود بنویس، برای پروانه هم باید اقدام کنن.
باشه. میگن دوتا گربه بالا پشتمون دعوا میکردن، چند تا کیسه سیمان هم اونجا بوده. خب بچه میدونم خوردن به کیسه سیمان هم افتاده روی بدبخته بیچه رو سریم. آخ تو هم باورت کن ساده ای. چرا این خواست خدا بوده مردی که سه برابر اون دختر سن داشته خجالت نکشه رفت اونجا؟ حالا تو چرا جوش میزنی؟ جوش نمیزنم به هر چی؟ همینه درست دیگه. درست ببینم گوشتو هیچ فکر نمیکرم اینقدر این اینجوری باشه. ببین از این ساعت بعد جناب علی هم حق ندیده پاتنجان مدرسه بذاری. وا یعنی چی؟ هیزه دست خودش دیگه. حالا مرده یا زنده است چه جوریه؟ مهری خانم میگه که تو بیمارستانه، شاید هم مهرهای گردنش بدبخت شکسته باشه. بین دکترها اختلاف نظر هست. یه عده میگن قطع نخا شده از گردن، یه عده میگن نه هنوز امید هست. ای بابا خرجش هم خیلی بالاست، چون اگه اینجا درست درمون نشه با بفرستنش خارج. خیلی معلم خوبی بود این آقا هرمز. من چند بار به خاطر آقا هرمز نزدیک بود ترک تحصیل نکنم. یه بارم خواستم برگردم دیگه ناظم شده بود دیگه، کلاس بدون آقا هرمز صرفا نداره. حالا هم خودش فلجی هم زنش. چیزی هم که از بیمارستان به من خبر رسیده اینه که شاکیه، گفته فقط بفهمم کی بود. اینو بفهمم. مسخره گفت که چگونه معلم خصوصی به قتل رسیده. گردن او از دو جا شکسته بود. ولی مسخره به چیز دیگری اشاره نکرد. اون شیرت بردار بخور. خب یاد داشت کن دست 273. در زندگی اشیایی هستن که برای ما درد سرسازن، بهتره که نابود بشن. سلام علیکم. حالت چطوره؟ بفهمین تو؟ نه قربونت دیگه نه. چیز خاصی نیست دا. این دوماد ما آقا هرمز که خواستگار خواهرمه تو بیمارستان اصلا وضعش خوب نیست. همینجوری اومده از این در و محل یه تعدادی همینجوری شکایت کرده. این آقا مسعود هم که اونجا دوچرخه سازی داره تو استشهاد محلی گفته که اون شب یه بچه رو سر پشت بوم ما دیده. دست شماره 277. در پنهانی ترین وضعیت ها هم گاهی شاهدی بر اعمال ما وجود دارد. بفهم فردا با آقا پسرتون تشریف بیارید دادگاه. بابا به خدا من نبودم. کدوم پدر شد؟ کدوم تو نبودی؟ ها؟ باشیم بس کنم. چی شد؟ چی شد؟ چی گفتن؟ زمین گاز بگیر. ای بلش کن بچه همون چه کار داره؟ چرا اینجوری میکنی؟ خواهدی گفتم که اون شب خونه نبودم یه شاهد بد برداریم بریم. خونه بگی منو کجا بوده؟ چه کار داره؟ بودا 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 بودا. چه کار به بچه داری تو؟ سلام. من نگفتم انیس پسر شما رو من دیدم. میگفتی؟ گفتم یه پسر بچه بودم. حالا اینکه انیس بودی یا نه رو نمیدونم. الان برم تو هم همینه. بیا بریم. در به درت هم آقا هرمز. شما این همه در حق ما خوبی کردین. حالا مگه میشه ما یه کاری بتونیم براتون بکنیم؟ نکنیم قربونت برم. ما دست تو باید چی کار بکنیم؟ من نیست. من نفهم. بیا بریم. من چی کار کنم؟ ما چه خاکی سرم برسم؟ حالا شما پاشو بیا، پاشو بیا. یه سندم با خودت بیار. گفتن که سند بیاری ول میکنیم. نمیدونم برای چی. حالا تو خودت پاشو بیا. تو رو خدا نذاری من برم اون تو. دایی الو. سلام صفا جان. خوبی؟ تو چطوری؟ من حالم خوب نیست. به خاطر انیس بهت زنگ زدم. چی شده مگه؟ بهش
تهمت زدن. تهمت؟ چه تهمتی؟ من چی کار کنم بدون برم؟ تو باید بیرم کمک کنی، باید بیرم شهادت بدی. چه خاکی دوست دارم کنم اگه نمی کمک کنی؟ خب که گفتین اون شب خونه نبودی؟ نه نبود. بذار خودش جواب بده. خونه بودی؟ نه. کجا بودی؟ خونه داییش بوده. داییشم میاد شهادت بده. بله شما بفرمایید، حتما میرسه خدمتتون. آجار، آجار. بله آقا. اون دمپایی رو بیار. بب پوش. دقیقاً اندازه. مطمئنم اگر بابام منو میبرد برام کفش بخره حتما دو شماره بزرگتر میگرفت و یک سال باید صبر میکردم تا اندازم بشه. اندازم هست. لنگ دیگه‌اش کو؟ نمیدونم. گمش کردی؟ نه آقا، اصلا این دمپای مال بچه من نیست. اندازه که هست حالا. آقا شما معلم این بچه ها هستین، الانم که حالتون خوبه سرمو رو گنده اینجا نشستین. به خدا قسم این دمپای مال بچه من نیست. به خدا این دمپای مال بچه من نیست. چرا باور نمیکنی؟ من دیدم با این دمپای یعنی سمای دارم اخوزم. دروغ میگه جناب قاضی. اصلا ما هرچی دمپایی داریم جلو بسته است. نکه اینجا تو کوچه ما گل شله دمپایی جلو باز مثلا نمیخرم واسه این بچه. خیلی خوب سر صدا نکنین. فعلا این دمپایی روی پرونده میمونه تا داییش بیاد شهادت بده. بفرمایید. اون شب بین مادرم و بابام تا صبح سکوت حکم فرما بود. فقط یه چیز ممکن بود باعث بشه که فردا دایی بیاد شهادت بده. کتاب. ما یه شاهد داریم که میگه دیده یه بچه رو پشت بوم بوده. بله آقای قاضی. قاجارم میگه راه پشت بوم خونه این آقا خیلی ساده است. بعد شما میگید این بچه اصلا اون شب خونه نبوده. آقای قاضی ما شاهد داریم. خدمت شما. بفرمایید. شما حاضرین شهادت بدین؟ بله. اون شب این بچه پیش من بوده. بچه پیش شما چی کار میکرد؟ من داییشم. میاد برام کتاب میخونه. سواد نداری؟ نه. پس باید انگوش بزنی. پزشکی قانونی برای شما 40 روز استراحت پزشکی تعیین کرده که تقریبا میشه 200 تومن گردن. 300 هم رو گفته. 700 تومن که هر وقت مجرمو گرفتیم میتونی ازش بگیری. فعلا پرونده مختوم است. شما و شما. من؟ نه شما. بله بمونید. بمونید. بقیه میتونن برن. بفرمایید. ما هم بریم. بفرمایید. شما تا چهت اینو میشناسیم؟ در حد همسایگی. تا حالا با هم حرف زدیم؟ خیلی خوب، شما بفرمید برید. شما بمونید.
انقدر ترسیده بودم که فقط یه سوال کافی بود تا همه چیزو اعتراف کنم. تو الو. سلام بابا جون. چی؟ کفش و پیرن؟ اون خیلی گرونه. آره بذار میام خونه. باش میام آره. حالا قطع کن. آره میام. قطع کن. تو چرا اینجور بایستدی؟ برو تموم شد. برو. همه چی تموم شد و هیچ سوالی از من نشد. درس شماره 290. دروغ بد است. عجب آدم هایی پیدا میشن. خدوم هم مجرده پیدا میشه با دو بچه خجرده میشه. ما هم که فامیلی ما بوده اصلا تو دو مصنع نمیاد بیرون از خجرده بشه. همین شونه ها رو بگیر. برسون شونه ها رو برسون. امیس! سلام. سلام. من میخواستم بگم یه دقیقه بیا. من کتابا رو آماده کردم. کتاب؟ دست در نکنه. کی بیام؟ بیا. کجا بیا؟ با همه این اتفاقا تنها چیزی که امیدوارم میکرد این بود که مطمئن بودم پای کسی دیگه ای وسط نیست. یه بارم رفتم از تو اون پشت بومای اون بر نگاه کردم گفتم اینم را در روی بالاخره باید پیدا بشه که کی بوده. گیرش بیارم گردنشو میشکنم. درس شماره 267. رقبای عشقی سرسخت و سختجون هستن. حالا بفرمایید بریم خونه چایی میخوریم. همشیره خودشون هستن دیگه نه؟ حالا یه جوابی به ما بدن خوبه ها؟ شالا جواب هم میدم. تو چرا باز اینجا نشستی بچه؟ پاشو بیا بره در خونه خودتون. بودو در خونه خود بودو میگم بودو گوه میای؟ همون نوده کدوم گوه میگم؟ همون تو بمونیم. آدم تو بالاخره پاتو میذاره بیرون دیگه بی شرف. سلام. سلام آنبی چی شده؟ اینجاست. کی؟ فانوس خواهرم چند بار دیدم میومد پیش خانومتون گفتم شاید امشب هم اومده اینجا. نیومده؟ نه اینجا پیداش نشده. در همسایگی خیلی خوبیت نداره. این بعد از اون از خونه زده بیرون. الان هم هرچی داریم دنبالش میگردیم نمیدونیم کجاست. حالا شما هم به کسی چیزی نگید. نه چیزی نمیگم. بیا چایی چیزی. نه دستون در نکنه. خیلی ممنون. کمکی بر میاد؟ خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. بوی چی میده؟ بوی نه. کار معلم همه. میگه باید عشق در بیاد تا اینا رو حل کنی. یعنی عشق تو اونو خیس کرده؟ تشنمی. تو آب نمیخواد؟ نه
من تو خواب کباب بخورم بهتره. یعنی الان خوابی؟ یعنی بیداری؟ نمیخوای بگی کجا رفتی؟ جات راحته؟ آره بد نیست. خیلی خب، برای امروز کافیه. به مامانت سلام برسون. برای جلسه بعدی من خودم بهت خبر میدم. چیزی شده؟ نه، تو چیزی نمیخوای؟ نه باشه. چند روز گذشت. و شب و روزای دیگه ای هم گذشت. انیس؟ انیس؟ تو اونجا چی کار میکنی؟ بودو بیا، بابا داره دنبالت میگرده. بیا ببینم. بودو پسرم، بودو. چرا خون میاد؟ چیزی شده؟ من باید برم. صبر کن. میخوای تا اینجا باید بیام؟ خودم میرم. آخه خدای نکرده شاید. ببینمت. مدرسه نرفتی؟ بی تو دیگه نمیخوام جایی برم. من داستان تو خوندم، خیلی قشنگ بود. از اون کتاب خارجی که به هم دادی قشنگ تر بود. من که به تو داستان ندادم. من وقتی داستان تو خوندم که تو بزرگ شده بودی، یه نویسنده معروف شده بودی، منو فراموش کرده بودی. این حرفو نزن. دیگه به من فکر نمیکن. دروغ میگه بیشرف، تو چقدر ساده ای. این چه طرز حرف زدنه آقا؟ اصلا تو چند وقت به کار این بچه کار نداشته باش. بابا من یه نفری خمیرها رو بریزم تو داغار، یه نفری چونه گیری کنم، خمیری گیری کنم، نمیتونم دست تنها هم دیگه. یکی باید کار کنه دیگه. ببین همینه دیگه، همینه. خودت میخوای. تو ناسلامتی باباشی، غریبه که نیستی. تو باید ازش سوال کنی بچه چته، حالت چطوره، حالت خوبه بده. من میدونم چشه. یه مدت ریخت داییشو نبینه درست میشه، میاد سر جاش. چه ربطی به صفا داره؟ اگه اون بیچاره نبود که الان تو دادگاه مونده بودی. بابک سه روز این بچه غذا نخورده ها. اصلا من فکر کنم مدرسه هم نمیره. انیس، انیس، انیس مادر، انیس جان، پاشو ببینم. خواب بد دیدی بسرم؟ ببینم چی دادید این بچه خورده؟ این بچه اصلا هیچی نمیخوره آقای دکتر. دکتر فرمایش میکنین ها، پاش دردونه، چه ربطی به خوردن داره؟ شما اگه تشخیص درست میدید بیا جای من وایسید. آقای دکتر ببخشید. بسرن داشت من پاش داد به جای خوردن. آقای دکتر اصلا هیچی نمیخوره، من هرچی درست میکنم هیچی نمیخوره. تو رو خدا بگین چه شده بچه؟ عرض میکنم تکون بهم این میاد اونجا چی بهش میده میخوره؟ یعنی شاید
نه نه میگم که منظورم که یه موقع ببین من بهترین نونو میارم این میخوره نوش جونش. ببینید خانم هر وقت ایشون ساکت شدن من میگم این بچه من معذرت میخوام ازتون بفرمایید بابک این بچه احتمالاً شیر نجوشته خورده تب مارت گرفته خاک بر سر البته هنوز به مرحله حادش نرسیده برای اطمینان بیاریدش مطب من یه آزمایش دقیق ازش انجام بدم باید آنتی بیوتیک مصرف کنه مال میشه ان شاء الله فقط دو هفته نباید راه بره. اگه خواست حرکت کنه حتما با اثر. چش. من مریض دارم با ایزو باید برم. یک زن بزرگ. من فکر نمی کنم که گم شده باشه. رفته که زندگیشو پیدا کنه. من نمی دونم. من تو این سن و سال به خودم جرأت نمیدم که ازدواج کنم. تو چی تو به خودت جرأت میدی که این حرفا رو بزنی؟ میخوای بشی بچه‌ش؟ ها؟ اینم مالی شاید تعجب کنی از این که میبینی من اینقدر جسارت کردم و برای تو نامه نوشتم اما خود را از کنترل خارج میبینم و قلبم به شدت به سمت تو میآید هر چقدر با خود جنگیدم که عاشق تو نشوم ولی فقط از تو میخواهم که برگردی دوباره برگشت درد سرام شروع شد که رفتم تهران کار پیدا کنم من مثل این بچه بدبختشو کی نگه داشته بدبخت نبی من مثل چه درد سری میخواد بکشه کی برگشته؟ فانوس دیگه یا ابوالفضل چند وقت لباساتو نشستی؟ خودم پهنشون میکنم اصلا فکر نکردی من جواب مردم و بچی میدادم اینقدر دروغ و داستان ساختم و باز هم درس شماره 261 که مسئولیت گناهان بشر به عهده خودشه اتفاق افتاد به یکی دیگه گفته بودم پیش دایی مونی اهواز حالا تهرانی ها رو دیدم بهش میگم اهواز حالا خودت به درک این بچه رو چطور تر خوش کردی؟ به خدا من نمیدونم دیگه باید چی کار کنم توی خونه حالا چرا پاد زخمیه؟ میری، میای، کسی ازت نمیپرسه چیکار که آبرو برامون نذاشتی بیرون اصلا نمیتونیم راه بریم دیگه تو کوچه واقعا خجالتم خوب چیزیه درس شماره 289 در عوالم کودکی آدم فکر میکنه که هر انسانی برای خودش یه ستاره داره چه فکر بچگانی؟ بیا بنویس تمومش کن دیگه نامه ببرم خب اگه مردم ببینن چی پشت سر من میگن اگه مردی خودت ببر تو اصلا چرا دست نمیخونی چرا به فکر آیندت نیستی دایی صفا دقیقا 245 دقیقه در توجیه اینکه نمیتونه نامه منو ببره حرف زد
و بعد نامه رو گرفت و از من قول گرفت که هر چی فانوس جواب داد و قبول کنه. اگه خوب که خوب، اگه بد که بد. این تصویر دایی صفا بعد از حدود 40 سال دوریه. درس شماره 1320. آدم ها از یک سنی پیر می شوند و برای همیشه به همان شکل پیر باقی می مانند. و درس شماره 1321. با آدم های پیر برخورد خوبی داشته باشید. سلام علیکم. سلام. کیه؟ یکی از آدم های فیلم نامه هست. حتما منم یکی از آدم های فیلم نامه هم. انیس امشب سرتایش هم بیار بجام تمومش کن بده جوه تو. باشه. امید گرم. خداحافظ. اولا دختر نه، کسی که بچه داشته باشه بهش میگن زن. وقتی که من نامره دادم دستش کلی واسات به من خندید. من نگاه کنم که به حرف یه بچه خودم رو تو درد سر انداختم. دایی اون تو رو بچه خودش میدونه، بیا پیش ول کن. داری دروغ میگی. دروغ؟ من کی تا حالا بهت دروغ گفتم؟ کی؟ تویی که حالا ادعا میکنی مرد شدی، حداقل بیا این یکی هم قبول کن. یه سری کتاب برای من آوردن، میخوام الان یکی که بگیری مثل گذشته قشنگ بشینی و برام بخونی داستانشو. بیا با تو هستم. یا بردیک درس شماره 325. آدم های عاشق هیچ وقت شکست را نمیپذیرند. تصمیم گرفتم که خودم مرد و مردونه با فانوس حرف بزنم. بریم خانم. چه تو چرا انقدر ناراحتی بابا؟ یه خرید دیگه، زود برمیگردی. بابا 11 شب پک چی شد؟ بابا صبر کن، الان برادرش میاردش. خیلی ممنون میری خانم. شما گفتین برگردین، ما آمدیم خدمتون. خب خریدمون هم که کردیم،
حالا دیگه این همه استخاره برای چه؟ من نمیدونم. حالا شما چند لحظه اجازه بدین الان رفته باش صحبت کنم. با من گفتم اصلا کجا میرن چی کار میکنن؟ حالا چی بگم؟ به خدا، به خدا فانوس دختر پاکیه، من میدونم جای بدی نبوده. بد کردیم خانم؟ میخواییم از بدنامی و بدبختی نجاتش بدیم تو این محله؟ بابا دیر وقته. میری خانم میگم شما بهشون بگین ما بمونیم بریم. چشم. حالا مگه اشکالی دارن؟ خب مشکل دارن میذاریم برای یه شب دیگه. نه نه اصلا هیچ مشکلی نیست، ایشالا همین امشب همه چیز ختمه به خیر میشه. شما چند لحظه اجازه بدیم من الان میرم باشون صحبت میکنم. بگو دیگه چی میخوای؟ چی میخوای بگو؟ دلم رضایت نمیده. یعنی چی؟ آخه ببین چه جور حرف میزنه، انگار من کلفتشم. چی شده؟ اون در رو به من، اون در رو به من. مری تو رو خدا تو یه چیزی بهش بگو. این آدم ها اومدن نشستن اینجا از من جواب میخوان، من چی برم اینو بگم الان؟ من همه این کارا رو دارم میکنم به خاطر بچم، میترسم یه وقت بدبخت تر شه. باشه یه چایی بریز بیار. بودو تو رو خدا نذار، به خاطر بچم نذار، داداش تو رو خدا نذار. من هر کاری دارم میکنم به خاطر بچه توه. یه چایی بردار بیار بینم. نمیارم. توی یه کتاب مردم یه شهر کوچیک بر اثر یه سوء تفاهم یه زن رو توی میدونگاه یه شهر گیر میندازن و اینقدر کتکش میزنن که زن در دم میمیره و مردم بدن اونو تیکه تیکه میکنن. چطور میخوای بری؟ تو چی میخواد؟ پنج تا. مثل آدم بگو پنج تا من میخوام. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ وای سلام بهت میدم. من نمیدونم چطوری بهت بگم، فقط تو رو خدا گوش بده. آخه باید خیلی حرف بزنم تا برسم به حرف اصلی. صبر کن. تو به چی نگاه میکنی؟ برو بابا. ببین من میخوام بهت بگم حرف اصلی من اینه. میدونم چی میخوای بگی، ولی صبر کن تا بزرگ شی. باشه. اون چراغ خاموشش کن. سوت حرفتو بزن. خب اگه تو خواب نمیتونیم حرف بزنیم، فردا میام در خونتون مفصل با هم صحبت میکنیم. من فردا دیگه نیستم الان بگم.
نامه به دست رسید. خوشحالم از این که میبینم زندگیت کامله، حقته، اما از این که نگذاشتی نزدیک 40 ساله تو رو ببینم ناراحتم. میارزه، چون آدم موفقی شدی. انقدر جدی نباش دیگه، من از مهربونیت خوش آمد فانوس که عاشقت شدم. خیلی پررویی. چرا؟ به خدا نمیتونی فکرشو بکنی که من توی مدت چی کشیدم. من نمیخواستم تو خمیرگیر تو اون نونوایی بمونی. من خیلی بزرگ شدم، اونقدر که هر وقت اراده میکنم تو میای تو خواب. اگه میدونستم عقلت به این چیزا میرسه هیچ وقت نمیخواستم کتاباتو بهم بدی. خیلی بچه ای. 19 سال بچه هست؟ 18. 18. تازه بابای من 4 سالم مامانم کوچیک داره. اینقدر زندگیشون خوبه. چی میخوای از من؟ تو رای مغازه برادرش جلوشو گرفتم و هر چی که از دهنم در میمد بهش گفتم و بعدشم تهدیدش کردم که اگر دست از سر تو بر نداره همه رو به برادرش بگم. به خدا برات زندگی خوبی میسازم. باش، به کسی چیزی نگو تا من خودم بهت خبر بدم. برگشت و به هم گفت مگه شما از من چیزی میخواید که دارید بهم تهمت میزنید؟ اشک از چشمه سرازی شد و گفت تا شب همه چی درست میشه. به کسی چیزی نگو، همین الان بگو. دیگه هم نمیخوام آقای ناظم بیاد خواستگاری. دیگه نمیاد. اون یکی هم میخواست که قیافش خوب باشه، سالم باشه. من که دیگه نیستم. چی شد؟ خاک بر سرم. بابک چی شده؟ بگو ببینم. برو آب بیان. بس چی آخه؟ کیس خودش آتیش زده. خودش آتیش زده. فانوس بیا چی شده؟ این دیگه یه درس نه، یه پایان. ازش متنفر شدم. من این راه درس دادن به آدم ها رو که فانوس انتخاب کرد اصلا دوست نداشتم. از اون به بعد توی اون خونه و محله خیلی احساس غریبی میکردم. آخه من با فانوس زندگی کردم، ولی حالا دیگه نه. میشد که خوابهایی هم ببینم، ولی توی خوابم خبری از فانوس نبود. بدن فانوس کاملا سوخته بود و مهری و نبی اونو گذاشتن آسایشگاه. آقای دکتر نائینی به جلسه شورای پزشکی. هرمزم با یه زن جوان ازدواج، ولی سر سفره عقلی شیرینی توی گلوش گیر میکنه و از هیجان اینکه خفه نشه سکته میکنه و میمیره. و من به دلیل تنهایی و افسردگی به زور تونستم پدر و مادرم رو راضی کنم و از اون شهر برم تا خودم کاری که قراره انجام بدم رو پیدا کنم. البته قبلش یه چیز کوچیک برای سرگرمی یه آدم درست کردم. همیشه مرد باش. قبل از اینکه از شهر برم رفته بودم پیش دایی صفا. خودش درس 102 هیچ وقت دروغ نگو رو بهم یاد داده. ولی من اون موقع متوجه حرفش نشدم. الان که سال هاست واقعا عذاب وجدان میکشم. از اینه که اومدم پیش تو که دوباره شروع کنم از اول. از اول
خیلی دلم تنگ شده که یک بار دیگه یه داستان قشنگ و خوبی رو از تو و با صدای تو بشنفم. سلام بر همگی. کار به شدت داره کنتور میندازه ها. پایان. آخ جون، فردا یه جا همه چکاتو هورت میگیری. دمت گرم. بدش به من. چی؟ بدش به من. ول کن دیگه، برای چی؟ برای اینکه این قصه هنو تموم نشد. بابا گیری کردیم، آخو مسخره بازیه چیه در میاری؟ اه سلام، درد نون آوردم. پیا فقط یه چیزی ببین، من نمیدونم چطوری بهت بگم، فقط تو رو خدا گوش بده. آخه باید خیلی حرف بزنم تا برسم به حرف اصلی. صبر کن. صبر کن. تو به چی نگاه میکنی؟ ببین من خیلی بزرگ شدم دیگه، شبا را... نه وقتی تو نونوایی هم اصلا بابام نمیفهم. نه اینم نمیخواستم. ببین من کتاب خیلی زیاد میخونم، کتاب آدمو میسازه. ببین نمیخوام مثل اون کتاب دای صفا، یه دایی دارم دای صفا اسمش، خیلی آدم خوبیه، سواد نداره، من میرم براش کتاب میخونم. یه کتابی بهم داد توش یکی از شخصیتاش میگفت که نمیخوام بگم عشق چیز خوبیه، ولی ببین حرف اصلی من اینه که صبر کن. نمیدونم چی میخوای بگی. برو کتاباتو بردار بیار تا با هم دیگه شروع کنیم. زندگیم، تمامی زندگیم، نه فقط به عکس گذشته سرشار از معنی خواهد بود، بلکه حاوی مفهوم خوبی خواهد بود که من میتوانم دارم بنم. دایی کتاب تموم شد.